جناب آقای خوزستانی، ja, wir haben scheinbar ein Problem. جناب آقای صادقی خوزستانی، سلام علیکم. Ja, da fürchte ich, dass da das Programm er hat keine Internetverbindung, auch WhatsApp funktioniert auch nicht scheinbar. خب بس شد. سلام سلام علیکم علیکم. حاج آقا، سلام ببخشید علیکم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. نمیدونم حالا ایب از کجا بود، ببخشید. بله، اشکالی به وجود اومد، نمیدونم چی بود، من متوجه نشدم. برای اینکه دیگه وقت دوستان زیادتر گرفته نشه، مستقیما بریم به سمت سخنرانی. خدمت شما، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. در مولایمان عزیزتر از جانمان، ولی نعمتمان، آقا و حجت عالم هستی، وجود نازنین امام زمان ارواحنا فداه باد. و سلام و تحیت به همه شما علاقمندان به امام زمان و عزاداران سید و سالار شهیدان کربلا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام باد. امشب رو که شب پایانی صحبت ما با شما عزیزانم هست، سعی میکنم در رابطه با امام زمان ارواحنا فداه سخن بگویم. من گروس و سلام گیت زنیکس اسمال unser Herr und Gebieter und der Patron Imam der Zeit. Und ebenfalls mein Gruß gilt Ihnen, ihr Liebhaber der Imam Zaman und Trauernden um Herr der Märtyrer Sayyid al-Shuhada. Da das heute mein letzter Vortrag hier sein wird, würde ich heute zu Thema Imam Zaman mit Ihnen sprechen. بفرمایید. ابتدای سخن اشاره کنم که امام زمان حضرت مهدی ارواحنا فدا، جانمان به فدای او باد، اساره و خلاصه و نتیجه همه انبیاست. یعنی ما اگر بخواهیم 124 هزار پیغمبر رو
خلاصه آنها رو بدانیم چیست و چه می‌خواستن و هدف آنها چه بوده از حضرت آدم ابوالبشر تا وجود نازنین پیامبر اسلام خلاصه می شود در امام زمان حجت ابن الحسن العسکری. و وقتی خود در روایت آمده امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که حضرت ظهور فرمود به کعبه تکیه میزنه و از کنار کعبه با همه مردم عالم سخن میفرماید و اینکه خود اون حضرت میفرماید هر کس میخواد آدم ابوالبشر رو ببینه منو نگاه بکنه، هر کسی میخواد شیخ پیغمبر رو ببینه. Zunächst möchte ich sagen, seine Hoheit Mahdi, unsere Seele für ihn, ist die Zusammenfassung, ist die Elixier und Resultat aller Propheten. Wenn wir das Resultat von 424.000 Propheten kennenlernen wollen, was sie wollten und was deren Zielsetzung war, von Adam bis Muhammad al-Mustafa, müssen wir Imam Mahdi anschauen. Imam Ja'far Sadr besagt, wenn Mahdi wiederkehrt, wird er sich an den Kaaba stützen und mit allen Menschen der Welt sprechen. Selbst der Imam hat gesagt, wer Adam sehen möchte, seine Nachfolger Shay und den Propheten Abraham und die anderen sehen will, soll mich sehen. Befarmeid. Ey kash, ma mardom va har kesi ke alaqemande be vujud imam zaman hast aslan حضرت مهدی رو باید ما حس کنیم، باور کنیم، احساس کنیم بدون او نمیتوانیم زندگی کنیم، احساس کنیم بدون یاد او زندگی برای ما تلخه. ای کاش همونطوری که شیرینی شکر قند حلویات رو ما حس میکنیم، چطور وقتی غذای شیرینی رو میل میکنید تمام ذائقه شما شیرین میشود، اصلا نشاط آوره یک غذای شیرین. خب ای کاش میشد شیرینی یاد امام زمان رو هم اینطور حس میکرد، ای کاش میشد وقتی از او سخن میگفتیم با تمام وجودمون او رو حس میکردیم. حالا برای این که بتونیم امام زمانمون رو به صورت حقیقی، به صورت باور قطعی باور کنیم، این حس تنها مربوط به حواس ظاهری نیست، که حواس ظاهری چشم سر گوش میشنوه، اینا حواس های ظاهریه، ولی ما خداوند در درون ما یک حواس های باطنی گذاشته، باید ما از باطن خودمون امام زمان رو حس کنیم. حالا براتون اشاره میکنم حواس های باطنی چیست.
Wie schade, dass die Leute, die den Imam lieben und ihn wünschen, auch ihn wirklich spüren würden. Wir müssen spüren und fühlen, dass wir ohne ihn nicht leben können. Dass ohne ihn das Leben bitter ist. Genauso, wenn wir etwas Süßes essen, müssen wir ihn spüren können. Wenn wir etwas essen, unser gesamte Existenz, unser gesamte unser Dasein fühlt sich süß. Schön wäre es, wenn wir von ihm reden würden, dieses selbe Gefühl entstehen würde, damit wir ihn spüren und erfassen. Müssen wir nicht nur mit den äußeren Sinnen wie Augen und Ohren erfassen, sondern Gott hat uns eine innere Erfassungsvermögen und Sinne gegeben. Und mit diesem müssen wir ihn spüren. Was diese sind, werde ich jetzt erklären. Darf ich mal? بحث اخلاقی تربیتی این بحث من ولی خب خیلی فشرده باید اشاره کنم. ببینید ما گفتیم باید امام زمان رو با حس باطنی خودمون متوجه بشیم، یعنی ای بسا بعضی از انسانها گوش دارن، کر نیستن، ولی حرف حق رو نمیشنون. خیلیا چشم دارن، بینا هستن، کور نیستن به حسب ظاهر، ولی وقتی به اعمال آنها نگاه میکنیم کورن، کرن. جالبه امام حسین علیه السلام روز عاشورا چند روز قبل وقتی با لشکر دشمن سخن میفرمود و اونها تمایلی به شنیدن سخنان امام حسین نشان نمیدادن و ای بسا فریاد میزدن، اعمالی رو انجام میدادن که امام حسین علیه السلام سخنانشون رو دنبال نکنن، آقا امام حسین فرمودن لهم آذانون لا یسمعون بها، اینا گوش دارن کر نیستن ولی نمیشنون. پس از خدا بخواهیم دل، گوش دل که همان حواسهای باطنی هست، خدا به ما عنایت کنه. اگر این چنین شد امام زمانمون رو حس میکنیم، محبت او رو احساس میکنیم، وجود او رو درک میکنیم، به این امید که بتونیم تو این زمینه قدم برداریم. Ich will sehr zusammengefasst besprechen. Wir müssen unser Imam Mahdi mit unserer inneren Sinne spüren können. Manche Leute haben Ohren, aber sie können nicht die Wahrheit hören und verstehen. Sie haben Augen, aber wenn man deren Taten anschaut, dann scheinen sie blind für die Wahrheit zu sein. Ein paar Tage vorher, am Tage von Ashura, ist ihr Jahrestag, hat Imam Hussein mit den Leuten gesprochen, aber sie haben ihn nicht hören wollen und können. Er hat auch dazu gesagt, die haben Ohren, sie sind nicht taub, aber sie können nicht hören. Wir müssen Gott bitten, damit er uns die innere Augen zum Sehen schenken möge. Befarmait. روایات فراوان هم در این زمینه هست، ولی اجازه بدید من به یک آیه قرآنی اشاره کنم. خداوند در سوره اعراف آیه 179 می‌فرماید لهم قلوب و لا
لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کل انعام بل هم اضل. خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید بندگانی هستند، انسان‌هایی هستند که اینا قلب دارن ولی درک و اندیشه ندارن، چشم دارن ولی چیزی رو نمی‌بینن، گوش دارن ولی قدرت شنیدن ندارن. بعد خدا می‌فرماید اون کسی که با چشمش حقیقت رو نمی‌بینه، با گوشش نمی‌شنوه، اینا مثل حیواناتن، بلکه از حیوان هم بدتر. پس عزیزان، برادران و خواهران، باید متوجه باشیم. یه روایتی رو اشاره کنم، امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند برای انسان 4 چشم قرار داده. ان للعبد 4 اعیان، خدا برای هر عبدی بنده خودش 4 چشم قرار داده. عینان یبصر به ما امر آخرته، 2 چشم داره که امر آخرتش رو میبینه، و عینان یبصر به ما امر دنیا، و 2 چشم هم داره که چیزهای دنیایی میبینه. پس انسان 2 چشم داره که تو صورت او هست، با این چشم صورت میتونه تشخیص بده الان اینجا این دیوار رنگش سفیده، رنگ دیگری هست، این پرده رنگش چیه، این اشیا چه خصوصیتی دارن. ولی خداوند برای انسان 2 چشم در دل و اعماق وجود انسان قرار داده که با اون 2 چشم میتواند حق رو ببیند، با اون 2 چشم میتواند باطل رو تشخیص بده، با اون 2 چشم درون میتونه اطاعت خدا رو انجام بده. و اگر کسی بخواد امام زمانش رو بشناسه، باید سراغ این چشم دل بره، گوش دل بره، تا بتونه به نتیجه برسه. Es gibt viele Überlieferungen diesbezüglich, aber ich erlaube mir, einen Vers aus dem Koran zu rezitieren, und zwar von dem 79. Vers der Sura Al-A'raf, der Wall. Der Koran sagt, es gibt Geschöpfe, Diener Gottes, sie haben Herz, aber sie begreifen nicht. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Sie sind wie Vierbeiner, ja sogar noch schlimmer als Vierbeiner. Imam Sajjad sagt, jeder Diener Gottes hat 4 Augen. 2 Augen sind dafür da, dass sie jenseits sehen. Und 2 Augen, das sind die 2 Augen im Gesicht, sind dafür da, dass sie das diesseits sehen. Mit dieser Augen kann ich sehen, dass eine Wand weiß ist oder Gardine diese und jene Farbe hat und so weiter und so fort. Aber 2 Augen, die sehen in unsere Inneren, in die Tiefe unserer Existenz. Mit diesen Augen können wir die Wahrheit sehen. Mit diesen Augen können wir die Unwahrheit erkennen. Und Gott gehorchen. Damit wir den Imam der Zeit spüren, müssen wir auf diese Augen uns konzentrieren. Befarmait? خلاصه کنم، نتیجه بگیرم این بخش صحبتم رو. پس ما باید دنبال حواس‌های باطنی بریم. این که امام سجاد علیه السلام به خدا عرضه می‌داره اللهم اذقنی حلاوت ذکرک، خدایا شیرینی ذکر خودت رو به من بچشان. چقدر خوب انسان وقتی قرآن تلاوت میکنه، زیارت عاشورا میخونه، شبهای جمعه دعای کمیل رو گوش میده، باید انسان
این شیرینی یاد خدا رو حس کنه. کسی که دعای کمیل رو میخوانه و میشنوه نباید منتظر باشه زود دعا تموم بشه، یعنی اینقدر باید مشغول لذت بردن از این ارتباط با خدا بشه. حالا امام زمان هم این چنینه، بیاییم امام زمانمون رو حس کنیم، امام زمانمون رو باور کنیم، دنبال امام زمانمون راه بیفتیم. تو بخش بعدی که خیلی کوتاه سخن خواهم گفت، وظیفه ما شیعیان در این عصر و زمان و این شرایط چیست، ما چه میتونیم انجام بدیم، چه کار کنیم که شیعه امام زمان باشیم، رابطه با امام زمان داشته باشیم. Nun, das Ergebnis und Resultat dieser Aussage ist, wir müssen mit unserem inneren Sinne dahinter sein und das erkennen. Imam Sajjad sagte, O Gott, lasse mich das Süße deines Gedenkens und der Erinnerung an dich verspüren. Wie schön ist es, wenn wir Koran lesen, Sirat Ashura lesen, Dua Kumail lesen, diese Süße spüren würden und nicht, wann ist das endlich mal vorbei. Wir müssen Imam Mahdi genauso spüren und erkennen können. Jetzt ist die Frage, was ist unsere Verpflichtung, um wirklich eine Schiit, eine Anhänger des Imams zu sein, um unsere Beziehung mit ihm auch aufzubauen. Befarmait? Hamontori ke ishare kardam, vazaif ma chist dar qabal imam zaman? Avvalan say konim har roz lahazati yek irtibati ba u dashte bashim, velo yek salam kutah. یک سلام کوتاه، نماز که خوندیم بگیم السلام علیک یا صاحب الزمان، همین یه دونه سلام خیلی کارگشاست. یعنی ارتباط رو باید برقرار کرد. شب که میخوای بخوابی چه اشکال داره یک سلام بده به امام زمان بعد بخواب؟ یعنی میخوای الان بری تو رخت خواب خواب آرامی داشته باشی، بگو السلام علیک یا صاحب الزمان. حالا عربی هم نمیخوای بگی، به هر زبانی بگو، آلمانی بگو، فارسی بگو، عربی بگو، هر زبانی که دوست. این ارتباط خیلی مهمه. خب پس ارتباط با امام زمان هر روز صبح اگر فرصت داریم، شرایط برامون هست، این دعای عهد رو بخونیم، دعای امام زمان رو بخونیم اگر فرصت داریم، صبح جمعه دعای ندبه بخونیم، ارتباط با امام زمان رو داشته باشیم. من نمیدونم تو شرایطی که شما هستید اصلا صدقه چطوریه، آیا میشه به فقیر یا نیازمندی صدقه داد یا نه. برای امام زمان باید خرج کرد، ولی اجازه بدید حالا که من بحثم به اینجا رسید که وظیفه ما نسبت به امام زمان چیست. خب البته عبادات ما خود که اصلا ما اخلاقمون اخلاق خوبی باشه، یعنی رابطه با امام زمان، این که من گناه نکنم، معصیت نکنم، سراغ حرام نرم، یعنی ارتباط با امام زمان، عمل به واجبات یعنی امام زمان همه کارهای منو میبینه. ولی اجازه بدید من تو این صحبت پایانی ماه محرمی که این چند شب خدمتتون بودم، از تمام عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن و با مؤسسه اهل البیت مونیخ ارتباط دارن و مراجعه میکنن و به مناسبت‌های مختلف شب‌های جمعه دعای کمیل، سخنرانی، مناسبت‌ها، الان محرمی که از اول محرم بوده تا به امشب، قطعا اربعین،
پایان ماه صفر، فاطمیه ها، مناسبت ها. عزیزان، هر کسی صدای منو میشنوی و این برنامه ها رو این چند شب دنبال کردید، بیاییم یک تعهدی و یک قراری با امام زمانمون بگذاریم. اجازه بدید شما اینا رو ترجمه بفرمایید تا من این نوع تعهد رو خیلی فاصله نیفته خدمتتون عرض کنم. Wie ich Ihnen, wie ich schon bereits gesagt habe, wir haben Verpflichtungen auch zu erfüllen. Eines davon ist, dass wir, sei es auch nur wenige Augenblicke, jeden Tag Verbindung mit unserem Imam haben, indem wir ihn zum Beispiel begrüßen, nach dem Gebet oder abends, bevor wir schlafen gehen. Egal in welcher Sprache. Sie können einfach auch in Deutsch sprechen, es muss nicht Arabisch sein, aber auch in Arabisch, jede Sprache, die Sie wollen, können Sie mit dem Imam sprechen. Oh Imam, Salam alaikum, ich habe Sie gern. Oder jeden Morgen, wenn Sie Zeit haben, das Treueid-Bittgebet, Dua 8, zu lesen. Freitagmorgens die Klage-Bittgebet, Dua Nutba, zu verlesen. Ich weiß nicht, wie die Situation bei Ihnen ist, mit bedürftigen Leuten. Aber jetzt, wo wir an dieser Stelle sind, noch Folgendes. Wenn wir keine Sünde begehen, unser Pflichten tun, ist das schon bereits eine Beziehung mit Imam Mahdi. An alle Freunde, die jetzt diese Programm angeschaut haben, diese Tage angeschaut haben, oder diese an verschiedene Anlässe wie Donnerstags, Arba'in, Ende von Safar oder Fatimiyya-Zeit, diese Programme anschauen. Jeder, der meine Stimme hört, sage ich Ihnen, versuchen Sie mit Imam Mahdi eine Vertrag zu schließen. Befarmait? از اون چی که مهم هست عزیزان، این ارتباط با این مرکز رو داشته باشید، قلب امام زمان رو خوشحال کنید و بالاخره هر کسی گرفتاری های خاص خودشو داره. شما فرصت ندارید که دنبال این برنامه ها، ولی به این مرکز مؤسسه اهل بیت علیهم السلام مونیخ شما کمک کنید. هر ماه یه مبلغی رو، من نمیدونم هر چند یورو، هر چی بیشتر بهتر، کمک کنید که بشود از این مرکز و از این امکانات استفاده کرد، معارف دین رو به خانواده ها، به فرزندان در واقع منتقل کنیم و بعضی جاها اصلا نیازی به یک اعمال و رفتاری هست. مثلا شما به عنوان یک مسلمان شیعه باید سنت های شیعی رعایت بشه. خب این سنت ها مستلزم یک سری هزینه ها هست. سعی کنید تا اونجایی که میتوانید هم قلبا محبت به امام زمان داشته باشید و هم که در راه او هزینه کنید و انشالله این شعائر مذهبی همیشه برقرار باشه و دیگران به برکت این انفاق شما، این کمک شما، این مبالغی که پرداخت میکنید، انشالله مناسبت های مختلف، برنامه های متنوع برای سطوح مختلف، برای خانم ها، برای دختران، برای کودکان، برای نوجوانان، برای پدران، با هر شرایطی که لازم هست انشالله انجام بشود. و یادمون نره ما باید حق پیغمبر رو ادا کنیم، حق امیرالمؤمنین رو ادا کنیم، حق امام حسین رو ادا کنیم، حق امام زمان رو ادا کنیم و اینها بستگی داره اینه که بتونیم کمک های مالی رو تو این زمینه در واقع بیاوریم تا روز به روز این محافل و مجالس از یک رشد و پیشرفت بیشتری انشالله برخوردار باشه.
Das, was wichtig ist, will ich noch erwähnen. Sie müssen den Willen haben, auch im Herzen, immer Mahdi zu erfreuen. Sicherlich haben nicht immer alle Zeit, alle Programme zu verfolgen. Aber sie können trotzdem auch helfen. Mit ein paar Euro sei es auch, diese Organisation helfen. Oder desto mehr, desto besser. Damit diese Zentren gestärkt werden und für ihre Kinder von Vorteil und Nutzen sind. Damit manche Sachen, die wichtig sind oder speziell schiitischer Tradition folgen müssen, damit die auch erfüllt werden können. Strengt euch an im Herzen und versucht auch etwas auszugeben in diesem Wege, damit die anderen durch ihre gute Taten Nutzen ziehen können. Nutzen in verschiedenste Ebenen und Formen. Programme für Frauen, Kinder, Älteren, alles. Wir müssen unser Ringschuld gegenüber Prophet, Imam Ali, Fatima Zahra und Imam Mahdi erbringen, damit diese ein Fortschritt und Stabilität erhält. Meine Anmerkung an dieser Stelle, die Spenden können von Steuer abgesetzt werden. Als ich Mathe schon mal wirken habe, du stone Aziz, als Tarafabande, komm ich heute schon mal mit und nicht als Moliot kam. Befarmet, Herr Schumacher. من اجازه بدید وارد توسلم بشم و چون نام امام زمان رو بردم متوسل به امام زمان بشم و همه عزیزانی که برنامه رو دارن دنبال میکنن میبینن هر حاجتی دارن مد نظر بیارن و با همدیگه توسلی به امام زمان و ذکر روزه‌ای داشته باشیم. Ich möchte an dieser Stelle Fürbitte an Imam Mahdi richten, also seine Fürbitte erbitten. Und die Lieben, die jetzt anschauen, wenn sie einen Wunsch haben, mögen sie das mit in Erinnerung rufen. Befarmrit. Assalamu ala al-Mahdi wa ala aba'i. زخم دل جران زدگان را تو شفایی، زخم دل جران زدگان را تو شفایی، دردی که دگر نسخه ندارد تو دوایی، سوگند به تنهایی تنهای مدینه، تنها تو فقط منتقم خون خدایی. عزیزان من، برادران، خواهران، از شب اول محرم اومدید در این حسینیه سالار شهیدان کربلا، خونه های شما حسینیه شد با شنیدن زیارت عاشورا، قرآن و سخنرانی و مداهی. ای کاش که یک لحظه به زوار حسینی همه ما هر جا هستیم یه سلام بدیم به کربلا زائر امام حسینی. ای کاش که یک لحظه به زوار حسینی رخسار از اون گوشه شش گوشه نمایی. گفتم که دعایی کنم از بهر ظهورت امام زمان، گفتم که دعایی کنم از بهر ظهورت،
دیدم تو دعایی، تو دعایی، تو دعایی، یه جمله هم ذکر مصیبت داشته باشم. مردم امام زمان ارواحنا فدا، وقتی می آیند ظهور می فرمایند کنار کعبه، اولین سخنش از امام حسین روزه و مرثیه جدش ابی عبدالله الحسین میخونه: یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان و قربان تو برم. امام زمان، امام زمان هم از تشنگی ابی عبدالله الحسین الذي قتلوه عطشان و قربان تو برم. آقای من امام زمان شب آخر این محافل و مجالس معمولا نام حضرت زهرا سلام الله علیها برده می شود. امام زمان منتقم خون علی اصغر علیه السلام، منتقم خون ابی عبدالله الحسین، ولی میاد انتقام مادر پهلو شکستش رو خواهد گرفت. چرا پهلوی مادر منو شکستید؟ چرا سیلی به صورت او زدید؟ چرا محسن ابن علی رو به شهادت رسوندید؟ حالا با هم یه سلام به کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و على اولاد حسین و على اصحاب حسین. هر حاجتی داریم، هر خواسته ای داری، همه با هم این آیه شریفه رو بخونیم: به قصد تعجیل در امر فرج امام زمان، برای ظهور امام زمان دعا کنیم، برای پایان گرفتن این بلای جهانی، بیماری و ویروسی که همه عالم رو گرفتار کرده، آرامش به همه کشورها برگرده. هر حاجتی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا خدا به برکت نام امام زمان، خدا به برکت این توسلات به ابی عبدالله الحسین، خدا امر فرج امام زمان ما اصلاح فرما. الهی آمین. خدایا عاقبت هامون ختم به خیر فرما. الهی آمین. خدایا این ماه محرم رو آخرین ماه محرم عمر ما قرار بده. الهی آمین. خدایا این قدم ها رو به کربلا و حرم امام رضا و بقیه
و همچنین همه قبور ائمه برسان قلب امام زمان از همه ما راضی و خوشنود فرما، همه عزیزانی که این شبها تو این برنامه ها بودن در این حسینیه ای که به صورت فضای مجازی برگزار شده، تو خونهاشون این برنامه ها رو از مؤسسه فرهنگی اهل بیت علیهم السلام منیخ برادر عزیز و گرامیمون، برادر دلسوز و محترممون جناب آقای دکتر حاجی زاده عزیز زحماتی که کشیدن برنامه ها رو تنظیم کردن، خدایا از همه گویندگان، از همه مدان، از همه قاریان قرآن و زیارت عاشورا، از همه گریه کنا، از همه اونایی که با حضورشون رونق دادن این محفل و مجلس رو، خدایا اونایی که با حضورشون، با تماسهاشون، با پرداخت نزورات و کمکهای مالیشون این محافل و مجالس رو تقویت میکنن، خدایا از همشون قبول فرما. الهی آمین. زیره دنیا و آخرتشون قرار بده، ثوابی از توسل به ارواح همه اموات گذشتگان، اونایی که در مسیر تبلیغ دین و قرآن و اهل بیت جان دادن، خدایا ارواح همه گذشتگان، پدران، مادران، اساتید، ذوی الحقوق، خدایا ارواح همشون شاد گردان، بیماران شفا عنایت فرما، کرونایا شفا عنایت فرما، خدایا هر کسی برنامه رو داره دنبال میکنه، حاجتی داره، حرف دلشو به نزدیکترین فردش هم نگفته، خدایا به برکت این حسینیه‌ای که این شبها این ساعت با هم دیگه داشتیم، خدا هر کسی هر حاجتی در دلش هست، حوائج مشروع این جمع رو، خیلی آرزوی فرزند دارن، خیلی آرزوهای شرعی دارن، خیلی گره به کارشونه، خدایا مشکلات همه رو برطرف، دعاهای همه رو مستجاب، و اگر سلام نمیبینی خدایا به همه صبر و حوصله عنایت بفرما، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب آقای حجت الاسلام المسلمین صادقی خوزستانی، از شما به نمایندگی از تمام بینندگانی که این روزها از حضرت عالی استفاده بردند و دوستانی که در آتیه از آرشیو ما استفاده خواهند برد و همچنین به نام خودم با کمال تواضع تشکر میکنم. خوزستانی ایش دانک اینن این مینه نامن اما اوه این نامن اله زوشاور دی یس انگشاوت هابن دیزه تاگه دیزه پروگرام میت اینن وی اوه دی این ایر آرشیو نوخ انشاون وردن. Ich danke Ihnen herzlich. خیلی ممنون. خدا انشاءالله ثواب جزیل به شما عنایت فرماید. Möge Allah ein große ثواب und Lohn erteilen. خیلی ممنون. خدا حافظ. Auf Wiedersehen. خدا حافظ. خب خواهران و برادران عزیز،
میرسیم به قسمت سوم برنامه امشب امروز، یعنی مدداهی. Liebe Geschwister, wir erreichen nun den dritten Teil unseres Programms, also Maddahi, den Trauergesang. و برای این کار همطور که میدونید استارت مجدد اینستاگرام نیاز هست و لحظات دیگر خدمت شما هستم. Dafür wird ein neues Start des Instagrams vonnöten sein. Ich bin in wenigen Augenblick wieder für Sie da.